به نام خدا سلام، وقتتان بخیر. به یکی دیگری از برنامه های نبض شهر از تلویزیون جهانی اصلاح با من شفیع حمیدی خوش آمدید. شماری از شهروندان از نبود ملی بس های دولتی در سطح شهر ابراز نگرانی می کنند. آنان می گویند به دلیل نبود سیستم ترانسپورت ملی بس در سطح شهر ناگزیر به پرداخت هزینه های انگفت می شوند. آنان از مسئولان خواهان رسیدگی به این مشکل هستند. اگر اینا داخل شهر باشه و ازدحام هم کمتر باشه، سهولت های زیاد مردم ایجاد میکنه و واسیزی که کلان است و چرکه های منظم همه چیز برابر است و فعلا نمیتونه به داخل شهر کار کنه با واسیزی که تل قیمت است و کرایه کم است و ازدحام زیاد است به داخل شهر. در قدم اول اگر این کارا اینا بشه، ملی بسا اینا بشه، برای وضع اقتصادی مردم هم خیلی مفیده، چون وضعیت اقتصادی مردم فعلا کمی ضعیفه. یک سهولت خوب میشه برای از این که ارزونتر میشه و میتونم از این خوب استفاده کنم. به خدا خود ما و شما میفهمیم که در هر کشور جهان مثلا میلی بس یا مینی بس وجود داره، برای مردم سهولت های خوب ایجاد میکنه و همچنان به کشور ما و شما قبلنا هم بود میلی بس ما داشتیم که برای مردم سهولت های خوب ایجاد کرده بود و خیلی مردم راحتی میتونستن مسافرین از این نقطه شهر به این نقطه شهر حرکت کنن، سیر حرکت داشته باشن. و امو اساس ما از مسئولین محترم ترانسپورت میخواییم که پس از این به بعد طبق روال سابق که ما ملی بس داشتیم، اگر پس همون روال سابق را ایجاد بکنن، ملی بس ها داخل شهر ایجاد بکنن، برای مردم سهولت های خوب میشه. به امی اساس باز هم مسئولین و مدیریت ترافیک از ریاست ترانسپورت میخواییم که پس همون ملی بس های سابق رو کار بیارن و برای مردم و داخل شهر ایجاد بکنن و کار و فعالیت داشته باشن. کل مشکلات زیاده به خاطر که سرکای ما خیلی خرابه، شلوغ زیاد، به همین خاطر که زیاد شلوغه. خیر سهوله داره، مردم وسا میشه، شلوغ مردم کم میشه، رفت آمد مردم وساکی تیار میشه. مشکلات خود زیاد هستن فعلا، با خاطر که ملی بس نیست، مترازی هاشتن، رکشا زیاد شدن و هوا را آلوده ساختن و وکیرام بسیار قیمت هستن فعلا. ملی بس که بودن این متراکم بودن و وکیرایش تو مناسب بودن، هر کس می رفتن در وقتش در وظیفش، ولی بسیار مشکلات های زیاد هست دیگه. بدون کیرا که قیمت هستن، حتی همو هوا محیط آلوده ساخته اینا مترای رکشا و خوردریزه. اگر ملی بس می بود باز اینا قدر کار نمی کردن. به اقتصاد مردم براری خیلی ضرر داره، مردم همگی ندارن خدایی. ملی بس که هست اقتصاد خوب، نفر میتونه از صرف خونی خوب شهر بره کار چیزی دیشته باشه. آره تکسی مثلا 20 ریبه میگیره، ملی بس 5 ریبه میگیره، همه مردم نداره براره ما. یعنی نو فالشه به جامعه به ملت یک فایده یک مفیدی میرسه.
اگر تل کمتر باشه و ازدام کمتر باشه، کاروبار به این دیگه برادرها باشه و تحت شهر ازدام کم باشه، سهولت های زیادی به مردم ایجاد میکنه، به واسطه که کلان است، سقف بلند است، موتورها خوب برابر استاندارد خوب برابر داره، کرایه هم کمتره و مردم خارق غریب است، میتونم به نفع خوب استفاده کنم. خواستم این به عنوان یک شهروند اینه که ما از خواهش میکنیم از مسئولین در ادارات اینا که اگر این کار بشه خیلی سهولیت خوبه برای مردم اینا میشه و حتی از نظر توابط اینا ما میتونیم حتی فایده ها بیشتر از این بگیریم، در غیر از بابت از اینا میتونیم ما مثلا وقتی ما همچی سهولیت داشته باشیم میتونیم در جایی که مثلا ما بیایم به هفته و اینا مثلا باشیم، میتونیم در سایه هم چی اینا مثلا مثال که ما شما میدیم از این چی ها اینا که مثلا تیار شده یک نمونی از کارهای اینا میتونه باشه که میبینیم مثلا خیلی سهولت خوبیه برای فلانه و ملیبس ها اینا میتونن که برای وضع اقتصادی مردم خیلی مفید باشه. دیگه مشکلات حالا ما و شما اگر نگاه کنید، یک کسی مثلا نانوار خانه بود به اون حساب ملی بس کار میکرد، معاش داشت دیگه، و مو اساس او هم به حساب بیکار شده، دست از او هم از کار کشیده شده، و مو اساس پس اگر امکان داشته باشه که مو نفرهای سابق یا شخصیت های سابقی که در رأس از این کار قرار داشتن پس بیاین، همو دریوری و همو کاری که داشتن پس ایجاد بشه خیلی خوبه، یعنی ما خیلی خوشحالم، استقبال میکنم از این کار. مشکلات که زیاده دیگه، باز مسلمان ها واقعیت همه گمونایی که سچرخ دارم، ملیبس دارم، موتر دارم، خب برای از اینا هم سخته چون تل گیرونه و بالاخره مصرف ها بالوه، اگر ارزونی بشه بهترتره، چون هم مردم مثلا مشکلات دارم، مردم کارگر مظلومی هم، بهترتره دیگه هرچی ضعیفتر باشه. مشکلات اینه کرایه داره پی اینا پنجار به مردم خیلی ضرر میرسه، مردم خیلی از می مسائل ضرر میبینه، باید ملت مردم باید کوشش کنه که به ملت یکم خدمت کنه تا ملت یکم وزن آسوده شه و وزن کمک بشه. خواستیم از مسئولین این است که این سیستم باز فعال بسازن و مثل که پیش بودن تا که این مردم بیچاره از جنجالا خلاص شوند. از مسئولین ما هم خواهش میکنیم که این لباس ها فعال کنه به خاطر یا خدمتی به این ملت، یک اقتصادیه و این مردم یک فایده میرسه، یعنی همه مردم نمیشه دیشته باشن برور، یعنی همه ملی بس ها که فعال باشه خوبه، به نظر ما خوبه، همه گی میتونم از این ملی بس استفاده کنه، خود ما شخصا بردار اگر قرار باشه همه روزه به 20 ریبه به تکسی بدیم به ملی بس 5 ریبه کرایه میدیم به مقصد خم میرسیم. از سوی هم کارشناسان راه اندازی سیستم ترانسپورت ملی بس در سطح شهر را یکی از نیازهای اساسی شهروندان عنوان می کنند. آنان از مسئولان می خواهند تا با فعال‌سازی سیستم ملی بس در سطح شهر بتوانند از پرداخت هزینه‌های انگفت شهروندان جلوگیری کنند.
در مورد بحث وسایل نقلیه که ما میگیم که وسایل نقلیه عمومی هست، چه حالا بگیم اتوبوس ها بگیم، چه مترو باشه، امثال از اینا که در کشورهای دیگه است، این از لوازم اولیه یا از به عبارت بگیم اصول اولیه که یک دولت برای رفاه مردم خود در نظر میگیره. به خاطر از اینکه هم از ازدحام ترافیک کمتر بکنه، همی که حتی خطای ویژه‌ای برای از اونا در نظر میگیره که مردم زودتر به سر کارها خود برسن، ضایع وقت اینا نشه، و به عبارت خیلی ساده‌تر بگیم اینا که مردم بتونن رفاه بیشتر داشته باشن. اگر دولت ها این کار انجام ندن، قاعدتا تعداد وسایل نقلیه در سطح شهر زیاد میشه، میزان آلودگی محیطی خیلی زیاد میشه، هم میتونه به محیط زیست ما آسیب برسونه، هم میتونه به افراد آسیب برسونه، فهمی که سطح شهر مال شما زشت و قبیح بکنه. پس دولت وظیفه داره که برای رفاه مردم حداقل اینه که سیستم ترانسپورت عمومی ایجاد بکنه و از او حمایت بکنه، تا مردمی که توانایی مالی خریدن وسایل نقلیه ندارن بتونه از وسایل نقلیه عمومی استفاده بکنن و راحت تر به سر کارها خود برسن. ببینیم زمانی که سیستم ترانسپورت عمومی موجود نباشه، قاعدتاً بازار برای وسایل نقلیه ای که مثل تاکسی ها، مثل سچرخا که اینا به صورت اختصاصی یا خصوصی این کار عمل میکنن و بخش های دیگه هستن، شاید قیمت ها به باب میل از اونها افزایش پیدا کنه یا کاهش پیدا کنه، هر رقم کالا رو تصمیم میگیرن، یعنی مردم در اینجا هیچ دخل و تصرفی ندارن. ولی زمانی که سیستم عمومی شهری باشه، دولت میاد در اینجا نظر میده، با توجه به میزان درآمد مردم میه قیمتی رو وضع میکنه و مردم میتونن از این استفاده بکنن. در غیر از این صورت مردم بیچاره، مردمی که توانایی مالی و چانه‌ای ندارن، میزان درآمد اینا خیلی کمه، مجبور میشن که یک قسمت از درآمد خود رو صرف کرایه بکنن، یا خیلی مواقع میشه که خیلی مسیرهای طولانی رو پیاده بیاین که هم میتونه باعث بانی آسیب رسیدن بر از اینا خستگی بیشتر بشه و باعث بانی از این بشه که مردم نتونن از اون زندگی که دارن به عبارت رفاه یا بگیم که لذت ببرن و لذت توأم با سختی باشه. با این حال مسئولان بلند بودن قیمت تیل و همچنان افزایش وسایل نقلیه در سطح شهر را از دلایل عمده توقف ملی بس های دولتی در سطح شهر عنوان می کنند. آنان تلاش دارند با ترمیم ملی بس های سابقه بتوانند این مشکل شهروندان را به حداقل برسانند. ملی بس فعلا نه به شهر فعال نیست، به ولسوالی های هرات و ولایت بادغیس فعال است. فعلا ما به 5 ولسوالی هرات و به ولایت بادغیس مترای فعال داریم که به مرور زمان ما می خواهیم که به شهر هم فعال کنیم و در حال ترمیم کردن مترهای ملی بس هستیم که فعلا هم در حال ترمیم کردن بعضی مترهایی که ما بخواهیم به داخل شهر فعال کنیم، و ما پلان داریم که بعضی مترهای جدید از مرکز بیاریم، مترهای کاستر که در شهر فعال باشه و به شهر مردم شهر ولایت هرات هم خدمت. بله، بعض مشکلات هست، مثلا مشکلات بلند قیمت بلند تیل است و بعضی، و فعلا مشکل یکی دیگه که است موتورها بسیار زیاد شدن، به نظمی داخل شهر ایجاد میشن و ما همراه ریاست ترانسپورت صحبت کردیم در این باره و انشالله برای ما یک برنامه ایجاد میکنیم که همین موتورهای اضافه شهر به یک لین جدا تنظیم شد و ملی بس ها بعدن به همی وجای همی مترهای اضافی به شهر فعالیت کنند. این که معمولا ایجاد میشه خاطر که ملی بس از یک اداره از که مخاطر مردم است، یک اداره عام است و می خواهیم ملی بس باید به مردم خدمت کنه و کرای ملی بس هم
معمولا از همه موتورها از همه بسها ارزانتر هستند. این یک چیز معمول است که خدمت میشه. انشالله ما که فعلا هم به لین های دیگه موتورها فعال داریم، قیمت پایینی داریم. تقریبا ما 2 ساعت 1.5 ساعت از موتورهای دیگه شخصی کست ما قیمت پایین مسافر میبریم. این معمولا یک فایده زیاد به مردم داره به خاطر که قیمت پایین داره. انشالله ما برنامه های دیگر داریم که با قیمت نازل و موتورهای جدید و نو ما به مردم رنجدیده ولایت هرات خدمت کنیم و انشالله در آینده نزدیک ما موتورهای ترمیم شده که به بهترین نوع ترمیم شده ما به شهر فعال کنیم و انشالله این خواسته های مردم شریف هرات هم هستند. ما میخواییم این آرزشون برای بوده کنیم و فعال نمیم. این همه در حال مطرح می شود که از مدت ها می شود سیستم ترانسپورت ملی بس از ساعت شهر توسط مسئولان متوقف شده است. اکنون مسئولان امیدوار بر این انتا با ترمیم و راه اندازی دوباره سیستم ملی بس در ساعت شهر بتوانند این مشکل را به حداقل برسانند. بینندگان محترم، تشکر از اینکه بیننده برنامه این هفته نبض شهر بودید. بقیه برنامه های تلویزیون جهان اسلام و همچنان صفات اجتماعی آن را بیننده باشید. تا برنامه دیگر که من شفیع حمیدی در خدمتتان قرار میگیرم، شما را به الله متعال می سپارم. بقیه وقتتان خوش. خداوند نگهدارتان.